جنگ جون رژیم طالبان روز 3 ینوار سال 2023 چند تن از فرماندهان و عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان را در بغلان به صورت گرفتند. در این باره سامانه فارسی نشریه The Independent با تکیه به منابع خود خبر می‌دهد. نشریه می‌نویسد که داوود خطیر فرمانده جبهه آزادی افغانستان را با 6 تن از افرادش و 3 تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی 3 ینوار سال 2023 در یک کمینگاه در شهرستان خوست ولایت بغلان به دست طالبان اسیر افتادند. تا کنون جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان در مورد بازداشت این افراد اظهار نظری نکردند، اما در خبرنامه پلیس طالبان ولایت بغلان آمده است که ضمن یک عملیات مخصوص استخباراتی در منطقه بغلان 10 تن از فرماندهان جبهه مقاومت بازداشت شدند. همچنین پلیس طالبان خبر می‌دهد که از اعضای این گروه مهمات جنگی مثل افتومات‌های کلاشنیکوف، تلفن‌های ماورایی و تپانچه نیز مصادره شده است. نشریه یادآور شده است که هفته سپری شده نیز یک فرمانده و 2 تن از اعضای جبهه مقاومت در این منطقه از طرف طالبان دستگیر شده بودند. همصحبت The Independent گفته است که روزهای اخیر حضور جنگیان طالبان در این ولایت افزایش یافته است. به نظر می رسد طالبان تلاش دارند تمام قرارگاه جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان را در بغلان از بین ببرند. چند پیش خیر محمد خیرخواه اندرابی، قمرالدین رمضانی و عبدالمنان ربانی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان را در منطقه اندراب های ولایت بغلان با امرای شماری از نیروهای تحت فرمانشان در نبرد روبرو با طالبان جان باخته بودند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان آن زمان گفته بود که اندرابی و یارانش پس از 30 ساعت جنگ و با تمام شدن مهمات به دست طالبان کشته شدند. او افزود که طالبان با کمک دستگاه های اطلاعاتی خارجی و با استفاده از درون ها به قرارگاه نظامی اندرابی در اندراب حمله کردند. احمد مسعود به انتقاد برخی از مقامات سیاسی حکومت پیشین افغانستان واکنش نشان داده گفت که تنها پول کلکسی ساعت های شما یک سال خرچ جبهه می شود. جبهه آزادی افغانستان سال 2020 فعالیت خود را آغاز نموده، اعضای این گروه را بیشتر نظامی های حکومت سابق افغانستان تشکیل می دهند. جبهه مقاومت ملی افغانستان باشد پس از تصرف قدرت از جانب طالبان در ماه آگوست سال 2021 برابری احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان و فرمانده ائتلاف شمال، جبهه ضد رژیم قبلی طالبان تأسیس یافته است.